سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا گفته است تا کنون 150 تن از نمایندگان مجلس با امضای توماری از وزیر امور خارجه درخواست کردند هرچه سریعتر فکت شیت ایرانی را که حاصل مذاکرات هسته‌ای لوزان است تهیه و منتشر کند. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار است این تومار پس از تکمیل امضا برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فرستاده شود. آقای نقوی حسینی یادآور شده این نامه در جلسه روز چهارشنبه 19 فروردین مجلس تهیه و به امضای شماری از نمایندگان مجلس رسیده بود و اکنون به توماری تبدیل شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در جلسه غیر علنی هفته گذشته مجلس از انتشار فکت شیت ایرانی در آینده نزدیک خبر داده بود. خبرگزاری فارس نیز روز یکشنبه 23 فروردین گزارش داد که 212 تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه خواستار انتشار هرچه سریعتر فکت شیت ایرانی از سوی وزارت خارجه شدند. آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته است نمایندگان مجلس انتشار فکت شیت ایرانی را عاملی برای جلوگیری از سوء استفاده غربی ها از جزئیات مذاکرات می دانند. بخشی از بیانیه لوزان از سوی ایران و آمریکا به شکل های مختلف تفسیر می شود. مقام های آمریکا پس از مذاکرات لوزان فکت شیتی منتشر کردند که مورد انتقاد مقام های جمهوری اسلامی قرار گرفت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در واکنش به آن گفت آمریکایی‌ها در فکت شیت خود مواردی را به نفع خودشان برجسته می‌کنند. به گفته او در حالی که در بیانیه از کلمه لغو تحریم‌ها استفاده شده، در فکت شیت آمریکایی از کلمه تعلیق تحریم‌ها استفاده شده است. در بیانیه لوزان تاکید شده است که پس از امضای توافقنامه نهایی با صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت، کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد شد و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص را برای یک دوره زمانی مورد توافق لحاظ خواهد کرد. در این بیانیه همچنین تاکید شده ایالات متحده تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نفعی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد. از این دو بند میتوان برداشت کرد که لغو تحریم‌ها به تایید اقدام‌های ایران از سوی آژانس وابسته است و فوری نخواهد بود و تا پس از لغو قطعنامه‌ها برخی تدابیر محدودیت ساز علیه ایران اعمال می شود. کاخ سفید نیز روز دوشنبه 17 فروردین اعلام کرد که بر سر جزئیات زمان و سرعت لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه اتمی علیه ایران در مذاکرات آینده بحث خواهد شد. کاخ سفید تاکید کرده دولت اوباما با لغو تحریم‌ها از همان روزی که توافق هسته‌ای به اجرا گذاشته خواهد شد مخالف است. با بروز اختلاف نظرها در این زمینه شماری از نمایندگان مجلس برای روشن شدن جزئیات بیانیه لوزان خواهان انتشار فکت شیت طرف ایرانی در این مذاکرات شدند. افزون بر نمایندگان مجلس سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز گفته است هنوز در نحوه برداشتن تحریم ها ابهاماتی وجود دارد که باید شفاف شود. آقای جعفری افزوده باید بدانیم که موضوع چگونگی لغو تحریم ها می تواند به عدم توافق نیز منجر شود. آقای جعفری دولت مردان آمریکا را به فریبکاری و دروغ پردازی متهم کرد و گفت بلافاصله پس از قرائت بیانیه مشترک دشمن با ترجمه خلاف آن و برداشت های غیر واقعی از مذاکرات و با سخنرانی های مختلف تلاش کردند تا دوستان و همپیمانان خودشان را امیدوار نگه دارند. آقای جعفری پیشتر تیم مذاکره کننده ایران را فرزندان انقلابی ایران خوانده بود و از تلاش‌های صادقانه و مجاهدت‌های سیاسی آنان و ایستادگیشان بر روی خطوط قرمز تعیین شده قدردانی کرده بود. عربستان سعودی روز یکشنبه 23 فروردین درخواست ایران برای پایان دادن به حملات هوایی علیه شیعیان حوثی انصار الله در یمن را رد کرد و اعلام کرد ایران نباید در این کشمکش دخالت کند. سعود الفیصل در دیدار با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود در کنفرانس خبری مشترک در ریاض گفت ایران چطور میتواند از ما بخواهد که به جنگ در یمن خاتمه بدهیم؟ ما آمده ایم تا به قدرت مشروع در این کشور کمک کنیم.
اما ایران وظیفه‌ای در یمن ندارد. آقای فیصل گفته است در این دیدار آقای فابیوس نامه‌ای از سوی فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه تسلیم ملک سلمان ابن عبدالعزیز کرد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین گفت فرانسه ابتکار عملهایی برای تحرک بخشیدن به روند صلح ارائه داد. آقای فیصل همچنین درباره مواضع ایران در قبال یمن گفت ما با ایران در جنگ نیستیم. امیدواریم ایران از فعالیت‌های جنایتکارانه حوثی‌ها حمایت نکند. ایران برای توسعه و رشد یمن اقدامی انجام نداده و نقشش در یمن به افزایش خشونت انجامیده است. آقای فیصل تأکید کرده است که درگیری در یمن از یک سال پیش به دلیل قدرتگیری حوثی‌ها آغاز شده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی با اشاره به گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت ما امیدواریم توافق اتمی با ایران به افزایش امنیت منطقه‌ای بینجامد. او تأکید کرد که امنیت در منطقه نیازمند احترام به حسن همجواری و عدم دخالت در مسائل داخلی دیگران است. آقای سعود الفیصل در اشاره دیگر به نقش ایران در منطقه گفت که ادامه رسیدن اسلحه به اسد باعث معطل شدن راه حل مسالمت آمیز بحران سوریه می شود. او گفت ما هم نظریم که باید راه حلی سیاسی برای بحران سوریه بر پایه تصمیمات کنفرانس ژنو یافت. در پایان نشست خبری آقای فابیوس گفت که فرانسه آماده کمک برای یافتن راه حلی برای بحران یمن است. او تأکید کرد ما در تلاشیم به توافقنامه‌ای قدرتمند در پرونده اتمی ایران دست یابیم، به ویژه اینکه دو مورد در این پرونده وجود دارد که همچنان حل نشدند. آقای فابیوس اعلام کرد که فرانسه در روزهای آینده ابتکار عملی برای تحرک بخشیدن به روند صلح در یمن ارائه خواهد داد. وی افزود که کشورش در زمینه انرژی هسته‌ای با عربستان سعودی همکاری می‌کند. وزیر خارجه فرانسه هنگام ورود به ریاض به خبرنگاران گفت ما آمده ایم تا در مورد یمن پشتیبانی به ویژه سیاسی خودمان را به مقامات سعودی ابراز کنیم. به گفته همراهان وزیر خارجه فرانسه طبیعتاً در کنار متحدان منطقه‌ایش قرار می‌گیرد تا ثبات را به یمن بازگرداند. لوران فابیوس قبلاً گفته بود که در مورد یمن باید به هر ترتیب به مذاکره برسیم. ناظران فرانسوی معتقدند که عملیات نیروهای هوایی عربستان و مؤتلفانش در یمن پیامی به ایران و به شورشیان یمنی است تا دریابند که چاره‌ای جز تلاش برای راه حل سیاسی ندارند. در تحولی دیگر سرتیب احمد اسیری سخنگوی عملیات عربستان سعودی در یمن در یک کنفرانس خبری گفته است نیروهای ائتلاف یا حمایت از مشروعیت مدارکی در دست دارند که ثابت می‌کند ایران به شبه نظامیان حوثی اسلحه و آموزش نظامی می‌دهد. آقای اسیری با تأکید مجدد بر اینکه تهران به حوثی‌ها اسلحه و آموزش نظامی می‌دهد گفت بعید به نظر نمی‌آید که ایرانی‌ها در کنار شبه نظامیان حوثی در حال جنگیدن باشند. سرتیب اسیری در پاسخ به اینکه آیا نیروهای ائتلاف دست به عملیات زمینی خواهند زد یا نه افزود در حال حاضر اهداف تعیین شده ائتلاف با حملات هوایی خوب به پیش می رود و عملیات نیروهای زمینی نیز در زمان مناسب آغاز خواهد شد. این سخنگوی نظامی همچنین گفته است پس از اینکه راه های امدادرسانی به حوثی ها کاملا قطع شده اکنون مواضع آنها در عدن به هدف های بسیار آسان برای جنگنده های ما تبدیل شده است. ترکیه و پاکستان اعلام کردن اگر تمامیت ارضی عربستان به خطر بیفته هر دو کشور در این باره واکنش فوری انجام خواهند داد. این خبر پس از آن اعلام شد که روز یک شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگوی تلفنی رو با نواز شریف نخست وزیر پاکستان پیرامون تحولات یمن داشت. به گفته رسانه‌های ترکیه وزارت خارجه پاکستان هم بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کرده. با این همه رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی خودش با نواز شریف اگرچه یک بار دیگه از دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن حمایت کرده و اقدامات حوثی‌ها در یمن رو محکوم می‌کنه،
اما بر حل مسالمت آمیز مسئله یمن از طریق گفتگو تاکید کرده. میدونیم پیشتر پارلمان پاکستان با حضور ارتش این کشور در جنگ یمن مخالفت کرده بود، موضوعی که حتی با واکنش منفی برخی مقامات کشورهای عربی روبرو شده بود و پاکستان رو متهم کرده بودند که در این رابطه ایران رو بر کشورهای عربی ترجیح داده. اما به یک خبر دیگه اشاره بکنم. ترکیه در واکنش به سخنان دیروز پاپ فرانسیس بلافاصله سفیر واتیکان در آنکارا رو احضار کرده. وزارت خارجه ترکیه از آنتونیو لوسیبلو خواسته توضیحات قانع کننده ای در مورد سخنان پاپ ارائه بده. روز گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در مراسمی که به مناسبت 24 آپریل سالگرد کشتار ارامنه در واتیکان برگزار شده بود، بار دیگه کشتار ارامنه در دوران حکومت عثمانی رو به نسل‌کشی تعبیر کرد و گفت که کشتار 1.5 میلیون ارمنی در حکومت عثمانی در خلال جنگ جهانی اول نخستین ژنوسید یا نسل‌کشی قرن 20 بوده. این البته نخستین بار نیست که پاپ فرانسیس از واژه نسل‌کشی در مورد این واقعه یاد میکنه. در این مراسم که عالی‌ترین شخصیت‌های مذهبی ارمنستان و همینطور سرژ سرکیسیان رئیس جمهور این کشور حضور داشت، پاپ فرانسیس به طور تلویحی خطاب به مقامات ترکیه گفت که انکار نسل‌کشی به حل این مسئله کمک نخواهد کرد. اگرچه سال گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اقدامی بی سابقه از نوادگان کشته شدگان این واقعه پوزش خواست، اما ترکیه نه تنها با کاربرد واژه نسل‌کشی در این رابطه موافق نیست، بلکه عنوان میکنه که رقم کشته شدگان خلاف واقعه هستش. ترکیه در این رابطه میگه 500 هزار ارمنی به دلیل قحطی و درگیری‌های داخلی در دوره عثمانی جان خودشون رو از دست دادن. ارمنستان هم خب همون موقع با رد پوزش رئیس جمهور ترکیه گفته بود که تنها پوزش کافی نیست، باید موضوع نسل‌کشی به صراحت از سوی ترکیه پذیرفته بشه. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مدعی است که کشورش بیش از 1 میلیون سند تاریخی در این رابطه در اختیار داره که این ادعا رو رد میکنه و اگر ارمنستان هم سندی در این رابطه داره میتونه که منتشر بکنه. با این همه ارمنستان و حدود 24 کشور دیگه از این واقعه تحت عنوان نسل‌کشی یاد میکنن و 24 آپریل هر سال مراسمی به مناسبت این رویداد در ارمنستان و برخی نقاط جهان برگزار میشه. هیلاری کلینتون 67 ساله وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و همسر بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده روز یکشنبه 12 آوریل نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 اعلام کرد. پیام خانم کلینتون از طریق توییتر و نواری ویدیویی در اینترنت منتشر شد. این دومین بار است که خانم کلینتون نامزد این مقام می شود. او نخستین بار در انتخابات مقدماتی سال 2008 در برابر رقیب آن زمان خود باراک اوباما شکست خورد و ناکام ماند. قرار است خانم کلینتون در نخستین سفرهای انتخاباتی خود رهسپار ایالت‌های نیوهمپشایر و آیووا شود که در آنها انتخابات مقدماتی زودرس برگزار خواهد شد. خانم کلینتون همواره این رویا را در سر می پروراند که به عنوان نخستین زن رئیس جمهوری آمریکا شود. او به مبارزه در راه حقوق زنان وفادار بود و در زمان ریاست خود بر وزارت امور خارجه آمریکا نیز همه جا در جهان از حقوق زنان دفاع می کرد. هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا بیش از همه وزیران خارجه پیش از خود سفر کرد. با این همه خانم کلینتون درباره موضوعات حساسی چون بحران خاورمیانه محتاط بود و آنها را به موضوعات اصلی خود تبدیل نکرد. باراک اوباما روز شنبه 11 آوریل پشتیبانی خود را از نامزدی وزیر خارجه پیشین خود اعلام کرد و گفت هیلاری کلینتون وزیر خارجه برجسته‌ای بود و به اعتقاد او همچنین می‌تواند رئیس جمهوری برجسته شود. هیلاری کلینتون برخلاف دور اول نامزدی خود این بار نباید از داشتن یک رقیب جدی درون حزبی بیم داشته باشد، زیرا تا کنون در صفوف حزب دموکرات رقیبی جدی برای او دیده نشده است. جو بایدن معاون باراک اوباما نیز ظاهرا تصمیم دارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، ولی نظرسنجی ها نشان می‌دهد که او عملا در برابر خانم کلینتون شانسی ندارد. به گفته کارشناسان هیلاری کلینتون باید در کار
ابزار انتخاباتی بکوشد مردم را متقاعد کند که در رویکردهای سیاسی خود راه‌های تازه‌ای را خواهد آزمود. هیلاری کلینتون در دیباچه چاپ تازه کتاب خود به نام گزینش سخت که روز جمعه منتشر شد خاطرنشان کرده که ایجاد شانس برابر برای همه آمریکایی‌ها یکی از نکات کانونی مبارزات انتخاباتی او خواهد بود. در میان جمهوری‌خواهان تاکنون دو سناتور به نام‌های تد کروز و رند پاول نامزدی خود را اعلام کردند. هر دوی آنان از چهره‌های محبوب در میان جناح محافظه‌کار تی پارتی هستند. قرار است روز دوشنبه مارکو رابیو سناتور ایالت فلوریدا نیز به جمع آنان اضافه و وارد کارزار انتخابات شود. یکی دیگر از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان جب بوش، فرماندار پیشین و برادر جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا است. دامنه تنش و درگیری میان گروه‌های رقیب در لیبی به حمله به سفارتخانه‌ها رسیده است. ساعتی پس از آنکه حمله ای مسلحانه به سفارت کره جنوبی در ترابلس پایتخت لیبی دو کشته بر جای گذاشت، گزارش‌ها حاکی است بمبی خارج از سفارت مراکش منفجر شده است. خبرگزاری فرانسه شب گذشته از قول یک مقام امنیتی لیبی گزارش داده است که این بمب داخل کیفی بود و در نزدیکی ورودی سفارتخانه مراکش در منطقه بن آشور منفجر شده است. به گفته این مقام امنیتی چند خودرو در پی انفجار آسیب دیدند. یک شاهد ماجرا نیز به خبرگزاری فرانسه گفته انفجار مهیب بود و خانه‌ای که او ساکن آن است برای چند ثانیه می‌لرزید. سفارت مراکش در حال حاضر فعال نیست و مشخص هم نیست کسی در این انفجار آسیب دیده است یا نه. مراکش در حال حاضر میزبان مذاکراتی است که سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند و میان دو دولت رقیب که هر دو بخش هایی از آن کشور را کنترل می کنند صورت می گیرد. روز یک شنبه افراد مسلح ناشناس با حمله به سفارت کره جنوبی در ترابلس دو محافظ آن را کشتند. در این حمله محافظ سومی نیز زخمی شده است. وزارت خارجه کره جنوبی میگوید به هیچ یک از شهروندان آن کشور که در سفارتخانه مشغول کار بودند آسیبی نرسیده است. سئول میگوید در حال بررسی موضوع خارج کردن کارمندان سفارتخانه از لیبی است. گروه امنیتی سایت میگوید در یک حساب کاربری در توییتر گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حمله به سفارت کره جنوبی را بر عهده گرفته است. لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور پیشین آن کشور به طور منظمی صحنه درگیری، آشوب و هرج و مرج بوده است. درگیری ها میان شبه نظامیان مسلح از یک سو و دولت ها و پارلمان های رقیب از سوی دیگر در جریان است. از زمانی که در ماه اوت سال گذشته میلادی گروه اسلامگرای فجر ترابلس را اشغال کرده است و دولت مشروع از نظر مجامع جهانی به شرق لیبی پناهنده شده است، کشور دو دولت و دو پارلمان دارد. عصر روز جمعه نخست وزیر هند آقای ناراندا مودی برای یک سفر سه روزه با یک هیئت بلندپایه از کشورش به فرانسه آمد. ضمن دیدار و کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای فرانسوا اولاند اعلام شد که دولت هند قرارداد خرید 36 فروند هواپیماهای مجهز رافال رو با فرانسه به قیمت 4 میلیارد یورو امضا کرده. البته 108 فروند دیگر نیز به هند تحویل داده خواهد شد در سالهای آتی، اما این 36 فروند به گفته وزیر دفاع هند آقای پریکار تا دو سال دیگر به هند تحویل داده خواهد شد. هند با همسایگانش مشکلات زیادی داره، از جمله با پاکستان، و به قولی این انتظار نمیتوانسته طولانی باشه. هند مایل بود که تعدادی از این هواپیماها رو در خود هند مونتاژ بکنند و قرار هست که برای 108 فروند چنین باشه. روز جمعه آقای مودی نخست وزیر هند ضمن گردشگری در رودخانه سن دیدار با صاحبان صنایع اظهار امیدواری کرد که روابط با فرانسه گسترده تر بشود. در همین ملاقات یک تمر یادگاری برای 50 سال رابطه خوب فرانسه و هند منتشر شد.
فرانسه قبلا به هند هواپیماهای میراش فروخته بود، البته بیشتر اسکادران های هوایی هند 42 اسکادران هر کدام شامل 18 هواپیما بیشتر هواپیماهای روسی میگ و سوخو هست. در مورد دیگر خبرهای این معامله باید گفت که جدا از مصر که ماه پیش 24 فروند خریداری کرده بود، آقای فابیوس دیشب در عربستان اعلام کرد که به زودی امارات متحده عربی نیز احتمالاً خریدار سوم دولتی خواهد بود که از فرانسه هواپیماهای مجهز رافال رو خریداری میکنه. باید گفت که آقای اولاند اولین رئیس جمهور فرانسه است که بعد از 25 سال موفق شده است در ظرف 3 ماه چندین هواپیمای رافال رو برای اولین بار خارج از فرانسه به فروش برساند. پاریس، تلویزیون ایران فردا.